روز اول که ز مادر زادم چشم خود را به جهان بگشادم، نه خبر از کم و از بیشم بود، نه مرا داغ و دل ریشم بود. همه از آمدن من خندان، من حیرت زده بودم گریان، آن که چون سایه مرا بر سر بود، همه جا و همه جا مادر بود. بر اسم ادب بوسه میزنم از همین جا، اگرچه مادر من الان مشرفن نجف همراه با پدر و اخوی و کاروان دیگه که اینجا بودن محضر آقا و الان نجف اشرفن، عرض ادب و احترام دارم، میبوسم از صفای پدر و مادر ارجمندم رو، چرا که آقا فرمودن اگه ما رو دوست داری مادرت رو دعا کن. چون که قنداقه من را برداشت، شهد پستان به دهانم بگذاشت، باده از خم قدیرم میداد، یا علی گفته و شیرم میداد. شیر با عشق به رگ جاری شد، عضو به بدنم کاری شد، خواستم تا که ز جا برخیزم، دست افکنده به پا برخیزم. باز مادر پی دلداری من، مینمود از دل و جان یاری من، غرق در دود سپندم میکرد، یا علی گفته بلندم میکرد. کیه این آقا؟ یا علی، ای همه هستی من، ای تولای تو در مستی من، با علی دیده خود وا کردم، با علی عشق تمنا کردم، با علی خوردم و آشامیدم، با علی خنده زدم نالیدم. میگم سلام، میگه سلام، چطوری یا علی؟ کاری نداری؟ کجا میری؟ خدا حافظ یا علی، ببینمت یا علی، چطوری یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. زندگی ما الحمدلله یا علی. امیدوارم که این زبون به عنایت خودشون قدرت تکلم داشته باشه که هرچی ازم بپرسن اونجا هم بگم یا علی. شکر حق گویم، حالا من بخوام هرچی حرف بزنم بهتره به زبان شعر، هم حال هوای خاص خودشو داره و مضامین فرمایشات حضرات معصومین صلی الله علیهم توش باشه. شکر حق گویم که مؤمن زیستم، بت پرست و گبر و کافر نیستم، مشت خاکی بودم و آدم شدم، اشرف المخلوق بر عالم شدم. گرچه از یک قبض خاکم آفرید، روح خود را در تن پاکم دمید، و نفخت من روحی. گر کسی پرسید از کسی پرسد ز من آن روح چیست، فاش گویم مهر مولایم علی. علی که فرمودن در بهترین نقطه این عالم بین رکن و مقام، همه عمر روزها به روزداری و شبها به تهجد و شب زندداری، همه عمر به حد و اندازه‌ای که بدنت مثل مشک پوسیده از هم وابکنه و وابره، اما ولایت علی نداشته باشی بوی بهشت به مشامت نخواهد رسید. اینا حرف پیغمبر اکرم و حضرات معصومینه. کیه که از علی حرف بزنه؟ کی بلده از علی حرف بزنه؟ هر کسی از ذهن خود شد یار من. به اندازه عنایت حضرات معصومین صلی الله علیهم به حلقه و وساطت علمای بزرگوار ولایتی که خدا همه رفتگانش و سر سفره امیر المؤمنین متنعم و اونایی که هستن توفیق بیشتر و سلامتی بده، به ما رسیده. الحمدلله شاکریم. شب معراج مصطفی فرمود، خیلی گوش بدید، خیلی دل بدید، شب معراج مصطفی فرمود، چون به مهمانی خدا رفتم، روی بال براق برقاسا به شبستان کبریا رفتم. رفتم طبقه به طبقه، آسمان با آسمان، کهکشان با کهکشان، لایه به لایه، بین اختران و کرات و همه اجرام آسمانی که نگاه کردم، بین فرشتگان که نگاه کردم، در شگفتم که دیدمی همه جا بر لب هر فرشته بود علی. همه از علی میپرسیدن، بر لب هر فرشته بود علی، روی هر پرده، هر در و دیوار، روی هر گل نوشته بود علی. عجبا از علی،
عجبا از علی که هر ملکی از مقام علی به من میگفت. و از اینها مهمترین که خدای با صدای علی سخن میگفت. دستش حضرت حق گذاشت رو شونه رسول خدا، اونجایی که جبرئیل خیلی پایین‌ترا مونده. چرا نمیای؟ از کرد آقا جان یه بال بزنم بالاتر شهپرم سوخته پودر میشم به تعبیر من. این میهمانی، میهمانی خاص فقط شما. و اونجا حضرت حق با صدای علی حرف میزنن، با دست علی دست رو شونه نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم میگذارند و بلا ماشاءالله. لذا حرف دلم این که آقا خانه احسانتون آباد، به قول آذری های هموطنمون اوین آباد. قربان لوم آقا، چی بگم؟ به چه زبون باید چیکار کنم؟ جونم فداتون، همین که شما رو دوست دارم، همین که علوی هستم، همین که رضوی هستم، همین که امام زمان رو دوست دارم، این همین که میگم خودتونم میدونید من رضای خودم حرف میزنم. این دنیا، دنیا چیه؟ خیلیه، خیلیه، و به عنایت شما حالیمه که خیلیه. و از عهده شکرشم عاجزم.